تازه ترین احسای نفوس کشور نشان می دهد که 22.2 میلیون شهروند افغانستان تا سن 24 سال سن دارند یعنی 67.5 درصد هرچند هیچ تعریف جهانی توافق شده از گروه سنی جوانان وجود ندارد با این حال سازمان ملل برای اهداف آماری جوانان را به عنوان افراد بین 15 تا 24 سال تعریف میکند. این درصدی کلان نفوس افغانستان این روزها به چه فکر میکنند نگران چه هستند آیا فکر کردن درباره آینده پس از توافق صلح با طالبان آنان را میهراساند من با مهمانانم امشب در این باره گپ میزنم مهمانان برنامه را برفی میکنم خانم ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان آقای احمد فردین بختیاری دبیر کل نهاد حرکت سفید نهادی که امروز نشست را با اشتراک حدود 400 جوان از سراسر سر کشور در کابل با نام نشست ملی جوانان برگزار کرده بودند بانو عایشه خرم نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل و بانو عاطفه طیب استاد دانشگاه که تا دقایق دیگر و بحث خواهند پیوست مهمانان شما را خوش آمدید میگم سا خوش آمدن خانم فرید با شما آغاز بکنیم این روزهایتان پر از بیم است یا امید به نام خدا عرض سلام خدمت شما مخاطبین برنامه شما و مهمان گرامی خب قاعدتا وقتی به همه گوشه های وضعیت اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی مردم نگاه بکنیم همه پر از ناامیدی و بیم و حراس و دقدقه و نگرانی از آینده افغانستان هست و متاسفانه اوزا به طرف روان هست که فکر میکنیم نسل ما و نسل جوان توان تغییر نداره و این نامیدی بزرگی هست که یک نسل و اکثریت جامعه افغانستان داره و به همین دلیل هست که تفکر اکثریت این جامعه بسیار منفی هست چون فکر میکنن نمیتوانن آنچه میخوان در این جامعه انجام بدن درست اما بگذارین با این مقدمه من صحبت بکنم تا ما در نتیجه این بحث بتوانیم یک نتیجه گیری درست بکنیم ببینید ما در طول 20 سال گذشته هر آنچه انجام دادیم چه در درون حکومت چه در درون نظام و هر سه قوه چه بیرون از او در جامعه مدنی و نهادهای زیر به دنبال این بودیم که حضور جوانان را پررنگ بکنیم در ساختارهای تصمیم گیری ولی این مبحث باید از یک مبحث دیگر جدا بشه <applause> که موضوع بحث ما هست امشب و اون مبحث دیگر این هست که ما بریم به دنبال یک روایت جوان محور در افغانستان <applause> صرفا حضور یک جوان در رأس یک نهاد چند وکیل در پارلمان چند جوان در کابینه نمیتوانه روایت جوان محور را در افغانستان تعریف بکنه و ایجاد بکنه این روایت چگونه تعریف میشه از چه جایگاهی برخوردار هست این هست درست. که میتوانه در افغانستان تغییر ایجاد بکنه وگرنه صرفا حضور چند جوان در چند نهاد دیدیم که جوانان درست. داشتیم که تفکر جوان نداشتن درست. مخرب هم بودن از جمله بله. مذاکره کننده با طالبان. خب همین هم اتفاقا بحث همین هست بلد. همه اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان هم اگر جوان باشن ولی روایت اونها روایت درست. جوان محور نباشه ما به درست. توسعه روی... پایدار برد. و ثبات پایدار و امنیت پایدار ساخن. در افغانستان روی میایم خانم فرید ما میخوایم کمی روی دوره طالبا صحبت بکنیم در تقویم عمر شما زندگی شما نام دوره طالبا چی است خب یکی از سیاهترین دوره های زندگی من شخصا دوران رژیم طالبان بود نه تنها به دلیل اینکه یک کودک بودم در افغانستان به دلیل اینکه یک کودک دختر بودم در افغانستان و مجبور بودم در خانه بنشینم حتی برای بیرون رفتن به بازار هم باید با یک محرم میرفتم پوشش من پوشش نبود که شایسته یک دختر امروزی باشه و همه این تصاویر تصاویر تاریکی هست که نه تنها در فکر ما در فکر اکثریت جوانان مخصوصا دخترای این جامعه متاسفانه حق شده به هیچ وقت پاک برست. نمیشه ما نتونستیم دو درس بخونیم ما در او دوره اتفاقا دوره سیاه به همین دلیل بود که ما فکر میکردیم قسمتی از او جامعه هستیم که به حساب نمی آیه محسوب نمیشه فقط باید در خانه بنشینه و هیچ حق درست. حق اساسی حتی حق دسترسی به تحصیل تعلیم صحت و بلد. نیازهای ابتدای یک شهروند را نداره درست زنان از اعضای از خانواده شما آیا تجربه شکنجه و شلاق خوردن دارن؟ به شمول خود چندین بار این اتفاق افتاده بله و متاسفانه هیچ دادخواهی صورت نگرفته م. هیچ اه 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 و بعد فراموشی سپرده شد چون فکر میکردن که این سرنوشتی هست که برای اونها تقدیر داده و باید درست. را قبول بکنن خانو فرید فکر میکنه اگر دوره طالبان نمی بود شما امروز یک آدم متفاوت تر می خب این برمیگرده به روند سیر تاریخی ایجاد یک شخصیت اه. شاید اگر من در یک جغرافی های دیگه زندگی میکردم یک انسان متفاوت بودم اه. اما اینها رو نمیتوانیم بگیم که مبنای کنش ما امروز باشه دلست. اینها مبنای کنش ما نیست آنچه در گذشته به ما اتفاق افتاده برای ما شخصیت داده حالا ما بهتر میتوانیم حق از ناحق عدالت را از بیعدالتی سرنوشت خوب رو با سرنوشت بد مقایسه بکنیم دلست. و قضاوت دلست. بهتر بکنیم آنچه در گذشته اتفاق افتاده امروز در بحث مذاکرات صلح اتفاقا آنچه کارنامه رژیم طالبان هست مبنای نگرانی های ما در مذاکرات صلح هست به همین دلیل من فکر می کنم اگر بگیم ای کاش در اینجا به دنیا نمی آمدم و ای کاش من این تجربه را نمی داشتم نمی توانه آینده شکل دیگر وقت، وقت دیگر ما را وقتی وقتی عبارت صلح با طالبان میشنوین اولین منظری که در ذهنتون مجسم میشه چی هست ببینین صلح در افغانستان یک مسئله هست اگر این را آوردن یک معما کردن معما یعنی یک, یک پدیده پر از پیچیدگی معیشت و نان یک تعداد را جنگ میده به همین سلح به و همین دلیل صلح تبدیل کردن به یک معما و همین معما باعث شده که تصویری که همه ما از صلح در افغانستان داریم یک تصویر مبهم باشه درست. متوجه درست. و همین دلیل هم هست که ما اتفاقا در بحث امشب یک از شاخص های صلح جوان محور رو بلی. میخوام این ب... ای بگویم که صلح باشه بر مبنای ام ام اصل مسئله بودن صلح نه معما بودن ب... ایدال ها نگران میشن میترسن وقتی میشنون صلح با طالبان بستگی داره که چه تعریفی از اوضاع کنونی داشته باشم اگر مملکت در وضعیت کنونی قرار داشته باشه و دادخواهی های کیفی زیربنایی تاثیرگذار، بنیادی برای آوردن تغییر و همچنین گنجاندن خواسته های نسل جوان در نتیجه صلح نه در مذاکرات در نتیجه صلح وجود نداشته باشه تا قاعدتا ما در بزرگی آخرین پرسش در این بخش ما از شما بپرسم اگر طالبا بیاین و با کار سیاسی شما نمایندگی شما در مجلس با مثلا درس دادن شما با ای که در بیرون از خانه مصروف کار و درس دادن و تحصیل باشن مشکل داشته باشه شما میتونین بپذیرین که در خانه بمانین با خاطر یک ببینین تعریفی که از صلح دارین شما با تعریفی که من از صلح دارم فرق میکنه شما میگین در خانه بشینین یعنی صلح امه. من میگم ما تعریف من و همین تعریفی که در سوال شما هست ببخشید تعریف من از صلح این هست که من حق دسترسی به تعلیم تحصیل حق دسترسی به رأی و حق تعیین سرنوشت خود حق دسترسی به فعالیت های سیاسی و مشارکت سیاسی و اقتصادی رو داشته باشه این برای مثال هست بله. این اگر از ما بگیرین ثبات این جامعه به هم میخوره چرا من نماینده 50 فیصد جامعه برد، برد. افغانستان هستم شما 50 فیصد این جامعه رو در خانه بنشونید و بعد بگین ما میخوایم این جامعه به تکامل برسه به توسعه برسه به تغییر برسه یک بال درست. جامعه نمیتونه پرواز درست. کنه کجا دوباره می میایم روی نکته دوباره میایم آقای بختیاری تصور صلح با طالبا شما را خوشحال میسازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم با کسب اجازت از شما و با احترام مجدد خدمت مهمانان گرامی و بینندگان برجاوند شما در گام اول اجازه می که به مناسبت روز بین ملی جوانان از دریچه تلویزیون شما تبریکی بتون بر جوانانی که متاسفانه به عنوان قشر مستضعف و قشر هاش که همیشه با نگاه هاشوی به اینها نگاه شده ولی امیدوارستم که پس این پس ما نگوییم که جوان همیشه به اون نگاه دوگانه که به جوان نگاهش می شود و یا نگاه هاشوی که به جوان متاسفانه چی در لاهای ساختری چه در لاهای تطبیقی این متصور بودم ولی آن چیزی که در بستر صلح با طالب میتونه مطرح باشه امروز با وجودی که من کنفرانس برگزار کردیم یکی از هایی که این جوان 400 جوانی که از 34 ولایت افغانستان آمده بودن این محور بود که ما در مذاکرات صلح اصل بر جمهوریت اسلامی بگذاریم یعنی ما نمیریم دوباره بر بحث امارت اسلامی معنای گپی است که اگر ما این انطاف پذیری هایی که از آدرس حکومت در مذاکرات صلح در این 11 دور عملا ما شاهد بودیم و خواسته هایی که فراقانونی خصوصا متاسفانه بحث رهایی 400 جنایتکاری که آمد جنایت فجیره چی در بستر حقوق عقل عبدی و مباحث جرایم حتی به این نلی که در افغانستان متاسفانه یا نارقم زدن اگر با این انطاف از درب حکومت نگاه کنیم بله من میترسم از مذاکره با سوال طالب ولی بروز. اگر ما بیای میکانیزم تعریف شده برای کی با کی صلح می شما توجه داشته باشین که امروز متاسفانه ما با این ادبیات اونقدر بلد نیستیم که طرف صلح ما طالب است امه. پاکستان هست یا جریان دیگر هست به دلیل چی شما اگر ادبیات سیاسی حاکم در دو دهه اخیر در افغانستان در خصوص طالب در نظر بگیرین یک زمانی بود که شما برادر ناراضی و عنوان میکردین بعد عنوان تعریف شد به عنوان مخالف سیاسی عنوان شد ولی اگر شما با میکانیزم تعریف شده بلد. بلد. برین به گفته های سال اونجاست که شما با 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 خواستها خواست ها و غایت های قاطبی مردم روی میز میگذارین اونجا پس بحث من, من خواد از شما که آیا چنین یک مکانیزم تعریف شده وجود داره نداره نگرانیات اگر بس کمی غیر رسمی و دوستانه شوه آقای بختیاری شما چی به بین 96 تا 2001 کدام وقت آیا به خاطر دارین به خاطر یک موضوع شخصی شما تنبه شده باشین سرزنش شده باشین توسط طالبان یکی از روایت های خودی که من در زمان طالب داشتم خوش من زبان انگلیسی می اون زمان اه. من یادم است که یک لنگی یک متر داشتم و با یک بانوی که به گونه خفیه میومد در اون کورس با چادری به سرش داشت چون من خیلی خرد بودم شاید 6 سال یا هفت سال اه. بیش نداشتم در کنار هم میشیشتیم و درس میخوانیم از یک طرف این امید میشد که ممکن این سایه تاریک روزی از این جغرافیا برداشته شد ولی از طرف دیگر اون آزادی که من به عنوان شهروند میتونستم از اون داشته باشم و او بانویی که دوست داشت که بگونه مثل من آزادانه درس بخونه و استفاده کنه از حقوق شهروندیش اینا رو متاسفانه که میبینیم اینا به اینوان تجارب تلخ است یا به تعبیر دیگه شما دست های که آبزان بود در جاده ها می یا غازی استیدیوم که میبینید متاسفانه به اینوان قتلگاه تبدیل شده بود اینا به در حقیقت مستاق تلخ از فجایع دوران طالب هست ولی ما باور می است که اگر ما بتانیم مدیریت کنیم و اون چیزی که با فرید مطرح کرد بله من موافقم که ما با چند چهره جوان نگاه قرار دادن در بعض لایه ها ما نمیتونیم بحث جوان محوری رو اینوان کنیم ما باید ساختارها رو در محور جوان استوار بسازیم اونجاییست که باز این یعص و نامیدی ها میشه چهره بدل کنه به امید و باورمندی ها بسیار خوب من دوباره برمیگردم به شما بسیار خوش آمدن مهمانان گرامی بانو خورم این روزهای شما چطور است؟ پر از بیم است یا امید؟ سلام به شما و به تمام بینده های محترم شما خب ما در زمان فعلا قرار داریم که یک پروسه بسیار مغلق و پیچیده یک مرحله بسیار مغلق و پیچیده از پروسه سال قرار است که آغاز شود و احساسات متضاد در وقت حاکم خواد بود ما با گروهی مذاکره می کنیم که در جبهه مخالف قرار داشتن و قتل های فجیع انجام دادن و در طرف دیگه حکومتی است که از طرف طالبا یک حکومت نامشرو و, و ظالم پنداشته میشه این پروسه میتونه که یا پیام یک یک تغییر بسیار مثبت و بنیادی در افغانستان باشه و یا هم تغییر در شکل از اختلافات افغانستان اما چیزی که من من حیث یک جوان احساسی که دارم خوشبینی هست چون ما نمیتونیم که به یک پروسه که به این اندازه مغلق و حساس هست با یک دید منفی وارد شویم و از او یک نتیجه مثبت را توقع داشته باشیم درست چیز شما باید میارین از دوره طالبا؟ من خودم در سال 1999 -19 تولد شدیم و فقط چیزی درست. که از دوره طالبا میفهم یک سال حساس. پایانی است خب چی شنید درباره دو او دوره خب چیزایی که ما نسل ما بیشتر شنیده ظلم و یا ستم طالبا علیه زنا بوده به خصوص قیدگیری هایی که در روز زمان و یا هم آه امو آه محدودیت هایی که بالای خانم ها وضع شده بود و چیزایی است که ما بیشتر شنیدیم و در این زمان طبعا او یک مرحله تاریخی از تاریخ ما بود که از, بعضی از, از, از بعضی هایی که در تاریخ صورت درست. گرفته به خصوص بعد از سال 1979 از او سرشمه میگیره اما چیز شخصا تجربه ندارم درست تصور تکرار شدن او دوره با به آنچه که شنیدین شما در باره سال های بین 96 تا آخرهای 2000 شما را میترسانه یا نه؟ نه خیر چند دلیل داره اولی که شاید ما اوره تجربه نکردیم چیزهایی را که بعضی از یعنی نسل قبلی ما تجربه کرده کسایی که در او زمان زندگی کردن و دومی که ما باور دارم که نسل جدید طالبا به شکل مساوی قربانی جنگ است اما قسمه که این طرف اما افغانایی که غیر طالب هستن جوانای غیر طالب به مو شکل ما اونا را هم قربانی جنگ میدونم چون که به شکل اونا در نقاط دوردست افغانستان جوانایی که زندگی میکنند از حق تعلیم و تربیه از حق کار اکثر انشان محروم هستند و ساحاتی که تحت کنترل طالبا هست طبعا تاثیر و نفوذشان بیشتر هست و جوانا یا باید در او ساحات با صفوف طالبا بپیوندن و یا هم با اردوی ملی چیزی است که آه، یعنی آه، هم آه، ای که خانه های ملکی سنگر طالبا قرار می گیره، و هم بمباری هایی که میشد تمام از اینا چومه هایی هستند که استاست و نسل به شکل با, با گروه مخالف یک جا ساخته ده این پروسه درست. درست, برمی به با شما بانو خورم بانو طیب شما بسا خوش آمده به برنامه تا حال با کدام عضو طالبا از نزدیک دیدن؟ بنام نام خداوند بخش و مهربان سلام به شما سلام. مهمانان گرامی و تمام بیننده های عزیز در قدم نخست روز جهانی جوانان که دیروز بود دوازده اگست را تبریک میگم به تمام جوانان امیدوارستم که فرصتی باشه روزهای تجلیل از جوانان که ما بیاییم مثل امروز دغدغهای های خود بیان بکنیم و پیرامونه مسائل مهم کشور صحبت بکنیم با این مقدمه میخوام میخوایم صحبت های خود آغاز بکنم که روز جهانی جوانان امسال اختصاص یافته به ای که جوانان بیشتر بتونن در نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی صحیم باشن اما نباید فراموش بکنیم که یکی صحیم بودن در نهادها و ساختارها هست و مبحث دیگه موثریت صحیم بودن جوانان هست که این موثریت میتونه بعضی پیش زمینه هایی داشته باشه که یکی از اون پیش زمینه ها بحث آموزش و پرورش هست که اون میتونه تحصیلات عالی با کیفیت یک مقدمه باشه به خاطر شمولیت جوانان به پروسه های مهم خصوصا پروسه مهم صلح که یک مسئله سیاسی هست با این مقدمه و در رابطه با سوال شما میخوایم این رو بگم که نه به دلیلی که سالیان یا چند سال اخیر حکومت طالبان در آستانه تفیلیت ما بودم ما تجربه دیدار و مستقیم را نداشتم اما مثل که قصه هایش را شنیدیم از خواهرای ما هر عضو از خانواده ما ها هر کدام بدین شک تجربه تلخی را دارن چیزی که من به یاد دارم از دوران بیشتر برمیگرده به تجربه که مانع آموزش اعضای خانواده ما میشدن طالبان و اونا از یک نرس استفاده میکردن به عنوان استاد و او به بهانه تزریق پیچکاری می آمد و تدریس می کرد این به عنوان یک خاطره تلخی است که هر بار با آمدنش یک ترس هم همراه بود آیا طالبان اگر خبر شون و مانعشان شوند به چه چی چیزی منجر میشه درست فکر می که اولین دیدار شما با طالبا چگونه باشه طالب شما را می پذیره یک فرد تحصیل کرده، یک بانوی تحصیل کرده در افغانستان آیا طالب میگه که با پوشش شما مشکل داره؟ آیا طالب به شما خواهد گفت که با کار شما مشکل داره تصورتون چی است ببینین زمانی که بحث از آمدن دوباره طالبان پس از توافق صلح میشه سناریوهای مختلف در اسان همگی ما شکل میگیرن هر کدام دید مثبت و یا منفی در رابطه دارن من به عنوان یک شهروند و یک جوان میخوایم که دید مثبتی رو در این راستا داشته باشم شاید در اوایل پیوستن طالبان با مردم و حکومت اگر توافق صورت بگیره بعضی از مشکلاتی داشته باشن به دلیل تجربه تلخی که مردم دارن به دلیل ترس که حاکم است و به دلیل بلد عدم بلدیت طالبان با اجتماع و با فرهنگ و با تمام این مسائل اما اگر خوشبین باشیم بیم بحث همدیگر پذیری طالبان را و قبول کردن و اونو از طرف ما را در نظر بگیریم میتونیم که یک تصور مثبت داشته باشیم اما اگر به خاطر رسیدن به صلح قسمی که امروز چند روز پیش مردم در لوی جگه مشورتی صلح مثلا یک تصمیم بسیار کلان را گرفتن که رهایی مجرمین بود اگر قربانی دادن ها باشه و با بعضی کارها مخالفتی داشته باشن به با باور من باید بعضی از قربانی ها را داد اما مطمئنا نظر آخری و باور مردم افغانستان و خواست مردم افغانستان که بحث حقوق اساسیشون حقوق شهروندی <applause> که بس آموزش و پرورش است و ما رو بخش کار میکنم فکر میکنم که هیچ منطقی نمیخوای که مانع او باشه. شما خب گفتن خاطره ندارن از دوره حاکمیت طالبا ولی از پس از 2001 که مسلما دارن شما دا در دوره <applause> تحصیل کردن درس خواندن کار کردن تا مقطع دکترا شما درس خواندن گپی که شما در ذهن دارن و می که یک روزی و طالبا بگوین چی است شماهایی که در ناامنی و جنگ درس خوندن ما فعلا هم خیلی شرایط امن و آرامش نداریم مگر بیایم ببینیم ما می که خواستی که از طالبان داشته باشم یا تصوری را داشته باشم از فضای بدون طالبان فضایی باشه که در او زن و مرد افغان تمام جوانان بدون در نظر داشت جنسیتشان زمینه برشون مساعد باشه که درس بخوانند دیگه مکتبی به نگیره و دیگه طفل محروم از آموزش و پرورش نباشه درست ما میخوایم بخش دوم از همین طرف شروع بکنم بانو خورم ما میخوایم دوباره با شما پرسش مطرح بکنم در جای خاندم که میخواستین داکتر شوین ولی به دانشکده حقوق را درس خواندن حتما آرزوهای حالم دارین چی از خب آرزوهای ما, ما ما اصلا رشته خودم که حقوق علوم سیاسی هست دیپارتمنت روابط بین الملل بیشتر دوست دارم که در رشته خود که روابط بین الملل هست تا جای رشد کنم که بتونم آم امو جایگاه افغانستان در سطح بین المللی به شکلی که باید باشه آم امور آم یعنی باوقت تبدیل کنم و روابط افغانستان با آ، با آ، کشورهای دیگر و در این حال پیشرفت افغانستان یک جا با کاروان پیشرفت بین المللی به شکلی که باید باشه هماهنگ نیست و یعنی درست. تصوری که من از آینده خود و افغانستان دارم یک جایگاه با و و و قوی به شکل سیاسی در چی چیزی میتونه مانع شما در رسیدن تان تان شود Uh, خب uh, وضعیت فعلی افغانستان uh, به شکلی است که uh, ما از هر طرف uh, با مشکلات uh, چی چینو چی, چی بي سووتيسيوسي باشه چی um, مشکلات اقتصادی باشه چی نو امنی باشه تمام از اینا امیره تهدید هست پر نسل نو افغانستان که هم خوشبینانه باینده با تا حد زیات تیر او تار میسازه <applause> اما uh, ما بیشتر uh, تایی که فکر کنم که چی چیزای مانی ما میشه فکر میکنم چی, چی فرصت های وجود داره که مرا میتونه به اهدافم برسونه خب میخواستم جرگه جوانان برگزار کنین درست از جرگه جوانان افغانستان ظاهرا یکی از برنامه بوده روی تصمیم هستن چقدر در ارتباط هستین با ها؟ ما قبل از اینکه به ملل متحد برم و از جوانای افغانستان نمایندگی کنم جرگه داشتیم جرگه جوانا به خاطر صلح بود اما بعد از آمدنم به افغانستان بعد از اینکه بیانیه خود در سازمان ملل متحد داشتم هدف اصلی ما ایجاد یک اجماع ملی جوانا بود که خوشبختانه تونستم که او رویار دیروز که روز جوانا بود به حقیقت تبدیل کنیم با جمع از جوانای فعال در داخل کابل تونستم که این ابتکار را براب بندازیم و از 27 ولایت افغانستان نهادهای غیر انتفاعی که در بخش جوانان و صلح کار میکنن و جوانای فعال به این اجماع یک جای شدند و همشان هفته ها کار کردند و حتی در روزای عید کار کردیم تا یک قطعنامه واحد ملی داشته باشیم از طرف ها که دیروز او فاینل شد و به حکومت افغانستان به او اونا تقدیم شد و در پهلوی از او در پهلوی خود قطعنامه جوانان افغانستان در پهلوی خواسته هایی که دارن یک میکانیزم اجرایی را هم ترتیب دادن که بعدها باز با حکومت افغانستان و تحریک طالبا شریک خود درست، شد. یک سوال دیگه هم که مرتبط هست به صلح اجازه میتن که مانع رسیدن تان بار شوه خب یک صلح محدود صلح که اگر ما ببینیم صلح منفی هیچ گاهی نمیتونه مستمر و دوامدار باشه و صلح که فقط آتش بس باشه اه، او صلح نیست که رویای افغانها باشه و به خصوص های افغان چیزی که ما میخوایم موجودیت یک صلح دوامدار و باثبات است که در پهلوی تضمین امنیت حق حق کار حق تعلیم حق پیشرفت و موفزای رشد کردن را برای جوانان و برای اطفال افغانستان فراهم کنند او صلحی است که هر افغان آرزوی داره و مطمئن استم اگر ما صلح منفی داشته باشیم هیچگاه دوامدار نخواهد بود بسیار تشکر برمیگردیم بانو فرید صلحی که مانع جوانان در رسیدن به آرزوهایشون شوه به ارزش است ببینین تعریفی که از آینده افغانستان ما و شما داریم یک تعریف آرمانی هست ما میگیم آرمان این ملت عدالت اجتماعی است دسترسی یکسان مردم به منابع است دسترسی یکسان مردم و همه شهروندان به ثروت ملی هست حضور همه گروه ها و اقوام و اقشار در تصمیم گیره های مهم هست این آینده این مملکت هست شاید ده سال دیگه ما بو برستیم شاید صد سال دیگه برو برستیم آنچه روی کاغذ می در نتیجه مذاکرات صلح قایدتا و لزوما چیزی نیست که در عمل بتوانه ما را به او توسعه تکامل و او آرمانی که ما در این آینده یا مملکت داریم برسانه خب شاید اه، یک پروسه و یک روند رو ما طی بکنیم مذاکرات صورت بگیره یک موافقت نامه به امضا برسه اما افغانستان با حدود 35 میلیون جمعیت درست. وجود داره درست. اگر با, با همه این آرزوها درسته درست. با همه این آرزوها و ما نمیتوانیم تغییر بدیم ولو که روی کاغذ بلد. یک موافقت نامه باشه خانم فرید ادامه حرفهای شما خب من در بحث ابتدایی خود در مقدمه گفتم بلد. که صرفا حضور جوانان کافی نیست چون که ما در مورد روز جوانان صحبت میکنیم جوانانی هم بودند که حضور مخرب داشتند ثروت های ملی به تاراج بردند قبیله بودن بودند حضورشان به نفع ایجاد یک روایت جوان محور در جامعه افغانستان نبوده پس بیاییم روی ایجاد یک تدوین یک استراتژی برای محوریت تفکر جوان در افغانستان کار بکنیم همه این مسائل افغانستان رو ما میفهمیم هر رو نگاه بکنیم چالش داریم اما همه این مسائل که جمع بکنیم زیر مجموعه چهار مسئله کلان هست در افغانستان هویت های شکننده که ما امروز داریم که چالش های قومی رو متاسفانه به شدت دامن زده مبحث امنیت شکننده ای که ما داریم مبحث بی برنامگی و بد برنامگی در توسعه افغانستان هست و مسئله بعدی هم بحث امنیت که برای شما بیشتر هم گفتم حال زیرمجموعی همه اینها بحث بحث امنیت صلح هست که ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم و بگیم که خب بیایم جوانگرا باشیم دیگه بیایم جوانان رو حضورشان را در این پروسه تضمین بکنه باور می هست ولو که همه اعضای تیم مذاکره کننده وزیر صلح اکثر افرادی که در این پروسه سهم دارند جوان باشند ما نمی به یک روایت جوان محور در نتیجه برسیم روایت جوان محور چی هست؟ بیاین باید شاخص بندی بکنیم مؤلفه های روایت روایت جوان محور در پروسه صلح چی هست؟ نتیجه گرا باشیم این روایت یکی از شاخص های روایت جوان محور هست روشمند و علمی در پروسه صلح باشیم این روایت جوان محور در پروسه صلح هست بیاین در خصوص صلح بحث اما معما بودن رو کنار بگذاریم بیاین سر یک مسئله و چهار تا فرمول گپ بزنیم که اون فرمول ها بتونه نتیجه رو ایجاد کنه دنبال معماین و نان میاره این معما برای چهار نفری که از جنگ سود میبرن می و فایده میبرن بیاین بحث صلح یکی از شاخص های دیگه که میتونیم مطرح بکنیم در این خصوص مسئله همه حضور همه اخشار هست در این در این پروسه ما بتوانیم حضور اینها را توسط یک استراتژی روشمند و هدفمند تضمین بکنیم این کار یک انسان مسن هم توان انجام بده درسته مهمی هست که نستم. از از مسیر آفره. این روند ما بتوانیم واقعا به رو داشته باشیم مثلا اینپوت هایی که در شاخص های یکی از شاخص های دیگه اینپوت هایی هست که ما داریم بیایم آسیب شناسی کنیم در گذشته چه مم. کردیم که ما امروز به این حد از ویرانی و جنگ و آسیب در افغانستان رسیدیم این آسیب شناسی بکنه همه این هایی که کنار هم بگذاریم شاخص های جوان محور برای رسیدن به صلح افغانستان سمت. هست. هستیم سمت یا نیستیم خب فعلا اوضاع متاسفانه بسیار نگران کننده هست ما شورای عالی مصالحه داریم شورای عالی صلح داریم وزارت صلح داریم هیئت مذاکره کننده با طالبان داریم عدم هماهنگی یارگیری های درون گروهی تقابل های سیاسی چیزی که متاسفانه در ده سال گذشته مخصوصا ما تجربه کرده بودیم امروز نماد او در همین تقابل ها ما میبینیم کی از کدام قوم در کجا حضور داشته باشه کی از کدام قش در کجا حضور داشته باشه ولی کسی به دنبال این نیست که مبنا و محتوای مذاکرات باید توسعه به پیشرفت به ترقی به تکامل و تحول افغانستان بیانجامه و طالبان هم اگر واقعا یک همچین مملکت رو بر آینده افغانستان ترسیم میکنن و میخواهن و میخواهن قسمتی از این تغییر باشن شک نکنین که با ما هم نواخند شد ولی فعلا وقتی اوضاع در درون به همین اندازه شکننده هست یکی از مثلا یکی از شاخص هایی که میتونیم در جوان محور بودن پروسه صلح بگیم همین هست که ما در درون بتوانیم تساهل مدارا همگرایی را تمثیل بکنیم با وضعیتی که فعلا در جریان است و شما تعریف بله. کردین وضعیت جوان ها یا میتونن مطمئن باشن که صلح که قرار است بیایه یک وضعیت غیر منتظر رقم نخواد زد ببینید سوال خوبی هست میگین جوانان منتظر باشن اگر جوانان منتظر ماشمع. باشن هیچ تغییر ایجاد نمیشه بله. جوانان باید مبارزه کنن و مبارزه هدفمند کنن نه داخل چند تا پست فیسبوکی و توییت باید در میدان مبارزه بیاین خواسته های مشروع نسل خود را تعریف بکنن و به کرسی بنشانن ببینید هم شهروند هم یک انسان نخبه هم یک انسان تحصیل کرده این خصوصیت ها را داره کسی نیست که بنشینه دست روی دست بگذاره و ببینه خوب. در آینده این مملکت سهمی نداره و بعد شروع بکنه به انتقال بسیار تشکر بسیار تشکر آقای بختیاری خواستهای مشروع نسلتان چیست ما میخوایم از این سوال اتفاقا کنفرانس ملی جوانان که امروز برگزار شد اگر اجازه باشه من بگونی خیلی فهرستوار بله. غایت هایی که از آدرس اینها مطرح شد خدمت شما قرائت میکنم یکی از مباحث اساسی مطرح شده در کنفرانس امروز مهوریت محو... و یا به تعبیر دیگر برنامه محورسازی صلح هست نه چهره مهورسازی صلح خب. امروز شما میبینید متاسفانه اگر ترکیب حیات گفتگو کننده را شما در نظر بگیرید متاسفانه باز لایه های چهره ای مطرح است نه برنامه محور بودن مم. مورد دومی که مطرح شد در اینجا و به یک از خواسته مطرح شد که ما بیایم روی فرهنگ صلح باید در افغانستان کار صورت بگیرم شما زمانی که فرهنگی زن سازین بستر های فرهنگی را یا جامعه را آماده نسازین برای گرایش های صلح هرگز به صلح نمیرسن صلح بینون یک آرمان خواهد ماند که هرگز معلف های تطبیقی پیدا کردن نمیتونه در عمل یعنی چی همیشه مثلا شما زمانی که بیاین نه به فرهنگ های قوم محور شخصیت محور حزبی امروز مثلا ترکیب ببینیم متاسفانه اکثر اقشار بیرون مانده و یا لایه های دوباره تکراری که به تعبیر دیگه سیاست زده ای که بودن حال. دوباره متاسفانه آمدن اینا زمانی که شما بیاین از لایه های بزرگتر وارد واردین بحث شوین و یا بیاین که مثلا امروز یک از دغدغای یک از جوانای پکتیا در کنفرانس به بود که آقای بختیاری جوان افغانستان فقط جوان کابل نیست جوان افغانستان فقط جوان هرات نیست یک بار شما بیاین دغدغه و فریاد های جوان پکتیکا را ببینین برین نورستان ببینین اونا عالمی از دردها را دارن دارست. که باید فریادهای اینها شنیده شن. یکی از موارد دیگه ای که مطرح می شود است که ما بیاییم باید اولویت بندی در گفتمان های سل بر محور منافع ملی داشته باشیم نه منافع حزبی و گروهی که عملا ما متاسفانه شاهد هستیم در این دو دهه اخیر در افغانستان یکی از موارد دیگه ای که خواست جوان امروز در کنفرانس بود بحث تاکید روی مفهوم واقعی اجماعی ملی هست شما امروز ببینید که شکنندگی ها متاسفانه در لایه های داخلی به حد است که شما نمیتونید ترسیم واقعی یا یک تصویر واقعی از اجماعی ملی داشته باشین من باور دارم که حیات که قرار است فردان بخیر برن طرف قطر با یک مکانیزم تعریف شده نیستن یعنی شما باور من باور میست که شما زمانی که برنامه محور نباشین و یک اجماع قوی در نداشته باشین روی میز مذاکره براین این برای هایی که مطلوب باشن به دست بله. نمیره های را حاضر هستین قربانی صلح کنین من تفسیر من صلح به اون روایتی که شما میکنین درست. متغیر هست به دلیلی که من تصور میکنم صلح به عنوان نطفه است یا به عنوان پله است برای رفای همگانی برای شگوفایی اقتصادی برای آسایش سیاسی مطمئن هستین چون این یک صلح تصور ما این است ولی اونجایی که شما دا تصور داشته باشین که صلح پایان جنگ نیست امه. پایان جنگ آتش بس است امه. ما باور نیست که صلح به عنوان پایان جنگ و تداوم زندگی با همی و مسالمت آمیز است اگر ما با این روزنه وارد گفتمان شویم و این گونه تصور نسبت به آی تزمین های بعد از صلح داشته باشیم بله من موافقم که این روند ادامه پیدا کنه ولی بله متاسفانه از نزد آدرس بله. حکومت و نزد آدرس طالبان این تضمین ها وجود, وجود داد نشده یا مطرح نشده که آیا ارزش های بدست آمده در دو, دو دهه اخیر متضمن خواهد بود یا خیر یک از خواستایی که امروز مثلا مثلا جوانان مطرح میکردن باید. که شما به هیچ وجه ارزش های فصل دوی قانون اساسی که حاصل اون قربانی است که ما هست چهار دهه به این سود دادیم نباید قربانی گفتمان های صلح باید در افغانستان شود درست آیا هیچ دستاورد قابل مذاکره وجود نداره من باور نیست که با 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 در صورتی که اگر ما با نمو مالفایی که قبلا مطرح کردم با این وارد شویم من باور ایست که ما به دست آورده خواهیم رسید که ای ها رو دنبال نخواهد داشت ما, ما باور نیست که اگر ما با, 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 با یک میکانیزم تعریف شده وارد گفتگوها ها نشویم شاید ما به نتایجی از این صلح برسیم که ایکاش هایی های رو میتونه به تعقیبش در قبال داشته همین پرسش شبگونی دیگه میخوایم از بانو طیب بپرسم به طالب اگر چهره جدید افغانستان قابل حزم نباشه افغانستان باید چهره بدل کنه یا طالب ببینین تصور هم و خواست و تقاضای مردم در صورتی که طالبان را میپذیرن که با میز مذاکره با اونا باشن این هست که طالبان باورهایشان را تغییر داده باشن در مورد چهره جدید افغانستان و چهره جدید و چهره فعلی که ما داریم دستاوردهای که داریم و خواستهایی را که داریم مبنی بر حفظ و بهبود این دستاوردها برای طالبان قابل قبول باشه زمانی که قابل پذیرش بر اونا نباشه بنابراین بحث پذیرش جدید اینجا معنای پیدا نمیکنه و به میز مذاکره هم چندان مفهومی نداره وقتی طالبان حاضر میشن و میگن که ما فکر ما تغییر خورده و آماده مذاکره هستیم بنابراین اینجا باید این مسئله هم روشن باشه و این تعهد را هم بدن که آماده پذیرش افغانستان با این دستاوردا با این خط سرخ هایی که مردم دارن که قابل معامله نیست و قانون اساسی و جمهوریت این مسائل هستن و طرف دیگه هم خواستهایی که مردم نمیخوان به عنوان خط سرخ هست و که اونا تغییر بخورن اونا را هم بپذیرن پس شما اجازه نمیتن که صلح باعث قربانی شدن دستاورت ها شود ببینین اگه سال صلح واقعی، صلح پایدار و صلح همدیگر پذیر باشه اینجا بحث قربانی ها دیگه مطرح نمیشه باور و دلیلی که یک تعریف از صلح ای هست که ما بپذیریم همدیگر را وقتی که ما هم دیگر را پذیرفتیم اینجا دیگه بس قربانی دادن و گذشت یکی به خاطر منافع دیگر مطرح نیست و اینجا منافع کلی منافع اولیای کشور ولی در مطرح عمل هست. در عمل مثلا وقت طالبا بگوین که ما آزادی بیان را به رسمیت نمیشناسیم آزادی رسانه ها را به رسمیت نمیشناسیم با برخی از حقوق زنان مشکل داریم شما مثلا نتانین به یک مصاحبه تلویزیونی حاضر شوین در صورت با طالبا قابل پذیرش است؟ به شما ببینید، ما این مسئله را بگویم که وقتی ما با, با طالبان میخوایم که مذاکره بکنیم وقتی ما حاضر هستیم که طالبان را با وجود تاریخ سیاهشان بپذیریم این نشان، این مسئله را ما میخوایم ثابت بکنیم که ما این تفکر طالبان را، تفکر قبلیشان یعنی تغییر خورده و اونو باید بپذیرن به با باور می مثلا به هیچ عنوان قابل معامله در میز مذاکره نیست و طالبان با در نظر یا با درک و تحلیل وضعیت باید به با پای میز مذاکره بیاین اما بدون شک بعضی از قربانی ها را یا بعضی از گذشت ها را ما باید داشته باشیم و اونا میتونه در چارچوب قانون اساسی و در تعدیل قانون اساسی بودن نظر داشته موادی که پیشنهاد شده اونا قابل بحث باشند در مذاکرات و در توافقی که قرار است صورت بگیریم. درست کمی بیم روی هیئت صحبت کنیم شما نماینده از نسل خود نسل جوان در میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بینین؟ با داغ شدن بحث مذاکرات سر افغانستان بدون شک دو مسئله بسیار قابل بحث بود و هست یک بحث حقوق زنان و جایگاهشان در مذاکرات و پروسه صلح و بحث جوانان یک برداشت نادرستی که وجود داره و میخوایم به او تاکید بکنم این است که نباید ما تنها انتظار داشته باشیم که یک جوان در حیات مذاکره کننده باشه تا ای که بیای از خواستهای جوانان و خواستهای زنان دفاع بکنه یا که باید تعدادی از زنان وجود داشته باشه تا اونا بتونن که از حقوق حقه زنان افغانستان دفاع بکنن باید هر کدام از اعضای هیئت مذاکره کننده به عنوان نمایندگان واقعی مردم افغانستان نمایندگی از تمام اخشار مردم افغانستان بکنن اما بحث کیفیت ام حضور نمایندگان جوان و زنان میتونه مسئله مهمتر از کمیتشان باشه که اگر ما بیایم ام، تعداد را بیشتر وقتا بستش مطرح میشه و ای که پاسخگو بودن او حیات مذاکره کننده به مردم است یعنی نماینده واقعی مردم باشن و از جریان مذاکرات باید اونا به با مردم گزارش بدن و با یک دستورالعمل عمل و طرز عمل مشخص باید به با میزه مذاکره ای است که همین آرا کی انتخاب کده و آیا شما منعیس نماینده رسمی خود شما منعیس یک جوان قبول دارین یا نه؟ این کار کرده نمیتونیم که بحث انتخاب اعضای حیت مذاکره کننده متاسفانه یک پروسه سیاسی شده به وضعی که صلح را ما بخوایم مردمی بکنیم و نماینده های واقعی مردم باشن اما مصلحت جمعی مردمی بوده که اگر این بار هم بزرگان کشور تصمیم به ای گرفتن که یه ای ازای حیات مذاکره کننده نظر به دلایلی که دارن میتونن نماینده باشن ما میخوایم ای از خودگذری را هم داشته باشیم و اونا رو بپذیریم اما خواسته هایی هم در اینجا داریم که جوانانی که در جرگه مشورتی سال اشتراک کرده بودن و تمام مردم افغانستان در اونجا مشوره های را و خواستهای های خود از حیات مذاکره کننده اونجا مطرح کردند که او نمایندگی واقعی از مردم است و در نظر نگرفتن تنها منافع حزبی و منافع جریان های سیاسی که خودشان در بلکه دارست. دارست. باید نمایندگی بکنن از تمام اخشار افغانستان بسیار شکر بانو خورم شما یا طرفدار حضور جوان ها در حیات مذاکره کننده دولت افغانستان هستین یا روایت جوان محور موضوعی که خانم فرید میگه خب فعلا جوان ها بسیار اگر وقت ببینیم موضوع شدن به این که من بیشتر تو احساس میکنم که از جوان ها از یک طرف به حیث یک وسیله سبوتاش کردن صلح و از طرف دیگر با یک وسیله دیده میشه که بیشتر موضوع شده یک انصار خارجی و بیرونی تحمیل شده به پروسه صلح تلقی میشه در حالی که بیشترین جمعیت افغانستان جوانا تشکیل میته و موجودیت جوانا نه تنها در روی میز مذاکره بلکه در تمام سطوح و مراحل پروسه صلح چون ما یک مذاکرات صلح داریم و یک پروسه صلح هست پروسه صلح در سطح مردمی در سطح پایین تر از مذاکرات رسمی و مذاکرات که بین نخبه ها صورت می گیره او صلح اجتماعی که ضرورت است بعد از یک دوره کشمکش ها و دوره بدبینی ها به وجود بیاید او فقط میتونه که جوان ها وقت به واقعت ببخشند و موجودیت جوانا در هم در پروسه سال هم در تیم های تخنیکی و ناظرین و هم در میز مذاکره حتمی است چون جوانان وارستین اصلی هر گونه قرارداد که قرار است توافق شود بین طرف های مذاکره کننده خود بودند و ما کسایی هستیم که صلح زندگی خواد کردیم و این چیزی هست که جوان ها امروز به خاطر از او زو بسیار زود به تشویش هستند و از هر فرصت ممکن استفاده می تا تا سهم منادار خود تعریف کنند شما در می حیات 21 نفری افغانستان چند نفر از نسل خود می خب اگر بگوین از لحاظ سیدی کسایی هستند که یعنی از نسل ما هستند. اما از لحاظ واقعیت ببینیم هر, هر کدامشان به حساب بعض از میارهای سیاسی و بعض از موضوعاتی که بیشتر به بخش نخبه ها و سیاست برمیگردند انتخاب شدند در حالی که جوان ها ما باز هم تاکید میکنم در حالی که جوان ها هم قربانی جنگ بودند بلکه در پهلوی از که قربانی بودند قوه محرکه اصلی اکثر پیشرفت ها و, اکثر تغییرات بنیادی در 19 سال اخیر بودند پس جوان ها یک رول مستقلانه باید داشته باشند و نمایندگی مستقلانه از جوان ها که بدون در نظر داشته هر گونه معیار سیاسی و هر هر یک معامله سیاسی موجودیتشان در پروسه صلح در مذاکرات صلح باید به شکل مستقل همین افرادی که افراد شما گفتین خب حضور دارن از نسل شما میتونن نمایندگی کنن از شما از نسل شما یا نه خب نمایندگی جوان ها از آه، از آه، یعنی آه، اگر بحث یعنی فراتر از تشریک قدرت بره در وقت نیاز دارن که کسایی که به اصطلاح نمایندگی از جوان ها میکنند حداقل با جوان ها بشینند و از اونا بشنوند که چیزی است که ما کمتر دیدیم مرس. که تا هنوز شده باشند دیدن تا حال اعضای هیئت مذاکره کنند خصوصا جوان ها کسایی که به اصطلاح نمایندگی از جوان میکنند تا هنوز یعنی ما یعنی شخصا ندیدیم که به شکل بسیار وسیع و به شکل بسیار فعال با جوان ها دیده باشند و یا هم تجربه فعالیت هایی که بسط مردمی باشه تا انوز او بگراند داشته باشند تا وقتی که امو حس یک جوان عادی و یک جوان که در افغانستان بزرگ شده و تمام امو هم مشکلاتش و هم خوبی ها و بدی دیده تا وقتی که همو حس نباشه من فکر نکنم که یک نمایندگی واقعی از جوان ها در شما من دومین نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل در لوی رگی مشورتی شرکت کرده بودین؟ نه خیر از شما دعوت نشده بود؟ نه صدای جوان با این حال در کجای روند صلح هست و شنیده شده؟ خب اه ما اه قسمه که خانم فرید هم گفتن ما من حیث جوانایی که خود را مسئول احساس میکنیم دست روی دست نشتیشتیم و خود ما دست بکار شدیم ما برسان در مورد اجماع صحبت کنم آقای بختیار آه 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 که به از روند سفید به نظر بله. تشریف دارند خود روند سفید هم جز از اجماع است تقریبا 240 نهاد غیر انتفاعی و جوانای فعال و شبکه های اجتماعی و جوانا یک اجماعی را شروع کردن درست. و در فعالیت که در قالب اجماع کردن تانستن که یک قطعنامه را ترتیب بتن و در پهلوی قطنامه امو موجودیت معنادار جوانان را هم تعریف کنن و هم راهایی که ما میتانیم از دست دستیاری بتیم به حکومت افغانستان و پیشنهادهای بسیار اساسی که میتانیم داشته باشیم برای تحریک به خاطر مذاکرات موازی با جوانای طالب در زمانی که مذاکرات رسمی زورت میگیره تمام از اینا را جوانا انجام دادن و ایرا دیروز به حکومت افغانستان تسلیم کردیم و طبعا این پروسه دوام خواهد داشت تا بیشتر و بیشتر جوان ها را داشته باشیم شکر. خانم فرید فرصت کوتاهی داریم تازه ترین آمار اداره ایسای مرکزی را من میدیدم 84 دو درصد نفوس افغانستان تا سن 39 سال سن دارند یعنی کمتر از 16 درصد بالای 40 سال بیشتر مردم جوان هستند روایت جوان محور که شما هم روش تاکید دا دارین در دا این وضعیت بسیار حساس و مهم که باید در پروسه شامل شود نشده درست است بله، بله، بله. چی باید شود چی, چی باید به تشویش باشه خب چی باید شود چقدر قدر باید بله. به تشویش باشیم دو سال جداگانه بله. است بیاین دو پدیده رو با هم مقایسه کنیم اگه بخوایم قضاوت کنیم پدیده جوان در افغانستان پدیده صلح در افغانستان بله. صلح تبدیل شده به یک چالش یک معما یک مسئله حالا مسائل از این قبیل جوان ۵ 67 بله بله بله. درسته؟ 67.5% فیصد جمعیت این مملکت هست م. به نظر شما این جوان با این کتله اگر همبستگی داشته باشه اگر برنامه داشته باشه اگر بتوانه استراتژیک و راهبردی و هدفمند کار بکنه نمیتوانه... من فکر میکنم مسئله سال خیلی کوچک می نمایه پیش توانایی که جوان افغانستان داره پیش کتله بزرگ که این نسل هست و علم امروز رو داره تجربه دیروز رو داره همه اینها ببینین ابزارهای بسیار مفیدی هست که این نسل در دست خود داره به این دلیل من فکر میکنم چه باید کرد؟ من یک مقاله دارم که در مورد یک جوانی هست به نام شهر, شهر شاهزاده یا شهریار بیشهروند شه بی به نام بهرام ورجاوند اسم همو شخص هست این شخص دزدان شهرش قارد میکنن هرچی فریاد برمیاره تا یک لشکر از بین شهر ایجاد بکنه و بسازه بر علیه دزدانی که شهر قارد کردن هیچ کس به او هم نوا نمیشه دلیلش این هست که همه شهر را افسون کرده شیطان و این همه سنگ شدن سرد شدن توانایی بلند کردن صدای هم با این شخص ندارن به. در افغانستان هم متاسفانه اه اه سرد شده یک این نسل سرد شده این نسل هنوز به توانایی های خود باور پیدا نکرده نمیدانه که چه کتله عظیمی هست و چه توانایی هایی داره و متاسفانه می توانم بگم که اه اه ما اه شاید بهرام هایی داشته باشیم که صدای خود بکشن برای تغییر در آینده مملکت ولی پیروانی ندارند که لبک بگه اون صدا درست. و تا زمانی که اون پیروان ایجاد نشه و او همبستگی ایجاد نشه ما نمیتونیم تقیید بیاریم و بحث اخیر صلح هست صلح تا زمانی که در معیشت مردم در سفره نان مردم تغییر ایجاد نکنه پایدار نخواهد بود فقر بدبختی بیچارگی مبنای اصلی ناامنی و چالش های امنیتی امروزی ما هست شک نکنیم که باید روی کرد جوان محور بر آوردن صلح یک این باشه که ما ایشت زندگی مردم تغییر به بسیار تشکر به جمبندی رسیده مخواهی بختی رو میخوایم از شما آغاز بکنم سه تا ارزش که به هیچ صورت من حیث یک جوان شما حاضر به فروگذاشت از اونا نیستن و نباید قربانی شود در روند سال چی هست اگر سو. قبل از اینکه ما اختصاصا به سوال ش... پاسخ سوال شما پردازم در, خصوص ترکیب هیئت مذاکره کننده شما مطرح کردین من باورمند به با پذیریش پذیرش هر دو مؤلفه هستم اول حضور جوان در ترکیب یک و قرائت جوان محور در خصوص این هیئت یک بس روایت جوان بلد. بلد. البته ترکیب جوان هم مهم است بدلی که شما اگر روایت جوان محور داشته باشین باز به دستی غیر جوان بتین یادتان باشه که تفسیر پیرانه از اون می داشته باشه ولی بحث من در خصوص اون میکانیزمی که شما مطرح کردین که اه, چی میکانیزم مشخصه به خاطر گزینش این جوانا داشت من فکر میکنم بهترین ترکیب این بود که شما یک جوان معلول هلمندی رو میاردین در تیم مذاکره کنند <applause> در قرار میدادین و این فردی که معلول یا پایش از بین رفته بود یا دستش و این در میز مذاکره رو روی طالب میشوندی که کردارها و یا سیاستها یا وکنشهایی که خود انجام داده اینی برای انها را میتونه داشته باشه چند اصلی که به عنوان هیچگاه باید قربانی بله, گفتمان های سل نشه اول ارزشهای های فصل دوی قانون اساسی به هیچ وجه عبارت از اصل برابری هست اصل پرنسیب قانونیت بله, جرای جزاها ها هست اصل تصاوی جنسیتی هست و یک مورد مورد دوم این که ب ب ب ب ب ب ب ما نگاه هاشیوی که تا به حال بوده این مورد پذیرش بر جوان نیست دارون. باید نگاهی آشوبی به نگاهی متنی در خصوص جوان در باید گراش بید بسیار شکر چیزی میخواین اضافه کنین بین آخرم خانم قسمت ارزش شما میخوام یک بحث بگم که در بر علاوه مسائلی که آقای بختیاری گفتن توقع ما این ای که در میز مذاکره نباید باز هم یا توافقی که میایه به عنوان یک معامله سیاسی باشه که یک گروه جنگجو بیان توفنگ فنگ هر کنار بگذارن یک گروه جدید دوباره شکل بگیرن و بزرگان سیاسی ما دوباره باز به خاطر تقسیم قدرت جنگ برا بندازن و اینجا جوانان قربانی جنگ باشند. یک مسئله و مسئله آخری هست که خود ما بیایم تعهد داشته باشیم خود ما که بعضی از افرادی که تعهد افکار طالبانی دارن تنها ما نباید طالبان و گروه های تروریستی را متهم بدانیم باید خود ما هم تعهد داشته باشیم نسبت به با پروسه صلح افغانستان و نسبت به توافقنامه‌ای که قرار است خرم خب از کدام دستاورد خب قسمی که قبلا هم یادآوری شد از حقوق شهروندی و فصل دوم قانون اساسی افغانستان و حقوق وجایب به اتباع افغانستان و در این زمان چیزهایی که حقوق اساسی و بنیادین و اولویت های مردم افغانستان و به خصوص دستاورد نسل جوان هیچگاه نباید قربانی یک صلح شود که فقط روی کاغذ بانه و او هیچ فرد و هیچ شرمند افغانستان مستفید نشد بسیار تشکر از حضور مهمانان این برنامه <موسیقی>